هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از وضعیت قاراشمیش نظام و آوار تحریم‌های نقطه زن بر سر و ریش مقام عظما. توجه کنید اینا اصطلاحاتیه که بین مقامات دیپلماتیک آمریکا و اروپا مبادله میشه. اونها میگن حالا که جمهوری اسلامی ایران موشک نقطه زن داره، ما باید تحریم نقطه زن داشته باشیم. FATF باید به خدمت تحریم نقطه زن آمریکا بیاد. FATF باید اطلاعات دقیق به ما بده و تحریم ها نقطه زن بشه، هدفمند بشه. بله، فعلا تحریم های نقطه زن رو داشته باشید تا نوبت به شوت نقطه زن مردم ایران هم برسه. حالا تحریم های برجام کم بود، تحریم های FATF هم توی راهه. ببینید تا همین نقطه چه قشقرقی شده تو مجلس. همکاران توجه بکنیم داره چه اتفاقی میفته. منافع ملی کشورمون رو در نظر بگیریم. به خدا ما با کنوانسیون موافق مخالفتی نداریم، با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی. به خدا ما با مذاکره مخالف نیستیم، مذاکره رو منطق گفتگو میدونیم، اما باید بدونیم عضو چه کنوانسیونی میشیم. آقا عزیزاده اینا رو بردارید، اینجا که جای این کارا نیست، آیین‌نامه اجازه نمیده. بردارید آقا اینا رو، بذارید صحبت رو بکنن. پیامه به بردار با بیانتون بفرمایید. کارا چیه میکنی؟ هرچی صحبت داره میکنه آقای نقوی وسطش این کارا رو میکنه. بفرمایید آقای کریمی کار خلاف آیین نامه نکنید، بفرمایید. این کارا درست نیست آقای چیزی. آن وسط صحبت آقای نقوی این کارا چی میکنید شما؟ بفرمایید بگید چرا؟ بفرمایید آقای نقوی. این کارا همش خلاف آیین نامه است. مجلس شما رأی میگیرید، حقوق میگیرید که اینجا صحبت کنید، بقیه رو خانه کنید. این کارا یعنی چی؟ مثلا میخوان بگن آماده پریدن از پرتگاه هم، اما در واقع چنین وضعیتی داره. حالا که زوار برجام در رفته و تحریم ها هم دارن بر میگردن، بازی کی بود من نبودم توی نظام شروع شده و افشاگری پشت افشاگری. مثلا این حجت الاسلام کلنگ میگه همش زیر سر لاریجانی بود. دیگه به دهن به دهن همه میگفتن که آقا این نظر آقا، اینو ما رأی بدیم. میشه آقا خودش موازه علنی داره، علنی اینا رو گفته. میگه میشه علنی رهبری یه چیز بگه، خصوصی یه چیز دیگه بگه. فضایی تو مجلس درست کرده بودن مخالفت با برجام انگار مخالفت با اصول دین بود. ایشون اجازه نداد کسی مخالف موافق حرف بزنه، با اینکه ثبت نام کرده بودن. یعنی من ثبت نام کرده بودم، حتی بالای تریبون رفتم اونجا گفتم آقای لاریجانی من مخالفم، میخوام حرف بزنم. آقای لاریجانی منو هول داد. 245 نفر حضور دارن، نام نویسی میکردیم. 245 249 نفر بفرمایید پایین شما چه اینجوری میکنید؟ میخوام مخالف صحبت کنم. 249 نفر حضور دارن، نمایندگان نظرشون رو اعلام بفرمایید. صحبت نکنه کسی؟ با این چیزایی که ما داریم میبینیم احتمالاً مایکل جکسون رقص معروف مونواک رو از روی برجام طراحی کرده، چون وانمود میکنن دارن میرن جلو اما در واقع میرن عقب. بعد از دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در سنگاپور، جا داره یادی بکنیم از این اظهار لحیه تاریخی که الان در جوابش فقط باید گفت زرشک. من فکر میکنم که ماجرای کره شمالی، ما ضد بمب هسته‌ای هستیم و افتخارم میکنیم به اون، ولی برای ترامپ و برای آمریکا و زورگویی های آمریکا همون سیاست کره شمالی خوبه که مرتب آمریکا رو ناگزیر میکنه، اونم با تو تهدید جنگ هسته‌ای. با این حساب معلوم شد که دیگه جای سفتی واسه آخوندا نمونده و دیگه به صمیمی ترین رفقاش هم اعتمادی نیست. خب
خب وقتی ولی فقیه قرار باشه تو چنین شرایطی راهپیمایی روز قدس برگزار کنه، نتیجهش این سیرکی میشه که ملاحظه میکنید. سینگلی امریکا، سینگلی امریکا، جینگلی اسرائیل، جینگلی اسرائیل، درد بگیرید، کوف بگیرید، ایشالله بمیرید، درد بگیرید، کوف بگیرید، ایشالله بمیرید. وقتی شعار روز قدس این میشه، پس لابد مشتی که قراره تو دهان استکبار بزننم یه چیزی تو این مایه ها میشه. تازه توی چنین انزوایی خود عظما معتقده که خیلی هم طرفدار داره و همه براش سر و دست میشکنن. ما الان در دنیا کشوری هستیم که بیشترین دشمن رو داریم در بین دولت‌های مستکبر، در بین قدرتمندان بی ارزش، و بیشترین طرفدار رو دارین در بین توده‌های مردم. یکی نیست بگه طرفدارات کجان؟ چهار تاشون رو نشون بده ببینم. نکنه منظور دست طرفدار این بلنگوان. از مقاومت اسلامی دست خدا سلوه و انتخاب مسجد الاقصا. اکبر، ما اکبر خامنه ای. تازه تو همین نمایشی که برپا کردن هم کلی سوتی دادن، مثل اینجا که طرف اومده پرچم حزب شیطان لبنان رو آتیش بزنه. والا نمایش اتحاد این بوغلمونا 100 بار بیشتر از روز قدس آخوندا بود. تکبیر، تکبیر. حالا که صحبت از نمایش روز قدس شد، جا داره یادی بکنیم از این کلیپ تاریخی. بله دوستش. نه دوستش ندارم. سلام، خسته نباشی. شما خسته نباشی. شرکت کردی توی راهپیمایی روز قدس؟ بله. پیامت برای بچه های فلسطین چیه؟ میخوام بزنم تو دهن همه‌ش. تازه اینا که بچه های مدرسه ای هستن، الان دیگه بچه های کوچولو هم از روزه های آخوندا فراری هن. من ماندم تنهای تن، یه دختر دارم شا نداره، صورتی داره ما نداره. من ماندم تنهای تن، یه دختر دارم شا نداره، صورتی داره ما. من ماندم تنهای تن، یه دختر دارم شا نداره، صورتی داره ما نداره. یکی دیگه از کمپین هایی که اخیراً راه افتاده انداختن صندوق های کمیته امداد خمینی توی سطل آشغاله. نه به کمیته امداد. به سطل زباله میندازم. اینم تمام. چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است. دوستان عزیز لطفاً به این کمپین بپیوندید. اینجاست که صدای بوفالوی ولایت در میاد و از ترس تخته شدن دکونش اینجوری خورناس میکشه. یه ده اراذل و اوباش اومدن در بعضی از این جریانهای رسانه‌ای خودشون پخش کردن که کمیته امداد پولهایی که از مردم میگیرد برای فقرا مصرف نمی کند، به غزه و لبنان و فلسطین و ایتام فلسطین می فرسته. فلسطین خاکریز اوله. دشمن ما رو نشانه گرفته است. توی این اوضاع و احوال همه از ترس آخر عاقبتشون به اعتراف رو آوردن و تلاش می کنن یه جوری خودشون رو در ببرن.
یه نمونش این حاجمو که پته کارگزاران نظام رو اینطوری می‌ریزه رو آب. دیگه چیزاییست که پنهان نیست. تا قبل از این میگفتیم نگیم مردم آبروریزی نشه. الان همه مردم میدونن. یه کسی که میخواد نماینده بشه چند میلیارد باید خرج کنه، چقدر باید تهمت بزنه، چقدر باید دینش رو زیر پا بذاره، چقدر باید آبرو ببره، چقدر باید دین و دنیا رو به هم بریزه تا بشه نماینده مجلس، تا بشه وزیر، تا بشه رئیس. شده بازی سیاسی، شده دعوای قدرت، شده برای اینکه من بمانم همه رو له کنم. این شما و این هم نسخه دکتر مشنگیان برای درمان سیاتیک. راجع به درمان سیاتیک دو تا درمان داریم. در روایات ما دو تا درمان داریم. یک درمان خیلی سهل و آسان و بسیار مؤثر، و اون این است که ناخونهای دست و پا را بگیرند و ناخونگیر یعنی 20 تا ناخون بگیرند و روی ران پایی که درد میکنه ببندند، حالا با یک شالی یا با چسبی. هرچی که درباره ثروت 95 میلیارد دلاری خامنه‌ای شنیدید بذارید کنار و حرفای این جوجه بسیجی رو گوش کنید که آخر کاری یادش افتاده درباره ساده زیستی عظما این خالی‌ها رو ببنده. نه یک ریال حقوقی از جای میگیرشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوقای نجومی بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنشون. زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلال داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه. بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهد میرن جایی بلیط حساب میکنه. یک مدل غذا فقط. همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روز ایشون میگه شما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ یه حالا یه ظرف حلوا درست میکنن 3 روز یه حلوایی توی یخچال بشه رهبر یک کشور بره از همون حلوا غذا. حالا که در سال حمایت از کالای داخلی با حلوای عظما آشنا شدیم، خوبه یه نگاهی هم به چیپس عظما بندازیم. اینه که در دست تو هست چی از ببینندگان مرتب نشون بده. چیپس بزن بعد هیچی هم توش نیم. بله. حالا یه دونی داخل جان یه هم پوچ سیب زمینیه، یعنی گانگا دست رو در هم میشه. بله. حالا میتونین اول فشار بینید که بینندگان عزیز بدونن. بله متاسفانه خیلی هم محکم باد توش کردن و امیدواریم که داخلش چیپس باشه. حالا میتونیم برای بینندگان باز کنین. بله بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید. هی فیک باران نبارد تا چش کار میگو. بله موفق شدید تو بونش یه دونه چیپس پیدا کنیم. بله خسته نباشید. این هم تیویریش و یک سوتی موزیکال. دست خودیم و با این که میتونستی زمین بندازی رو ما میتونستی میتونست در پایان توجه شما رو به یه هنرنمایی فوق‌العاده اونم با دست خالی جلب می‌کنیم. ببینید از هندونه زمخت و بیشک چی می‌سازه.